خب با درود خدمت بینندگان خوب و عزیز و نازنین، امروز با یک بانوی مبارز، با یک شخصیت فوق‌العاده محکم در محل رزم گفتگو میکنیم. یک کسی که داره میجنگه، کارش به نظر من هیچ تفاوتی با یک سرباز، با یک سرباز وطن در جبهه جنگ نیست. با سرکار خانم دکتر بابک، میترا بابک. خانم دکتر سلام، درود بر شما. درود بر شما آقای شهرام همایون. من صدای شما یه دفعه ضعیف شد برای من، نمیدونم الان بهتره؟ برای من نه، سعی میکنم بشنوم. عکس شما صدای به دوستان اتاق فرمان یه کاری بکنید. شما برگشتم چون یه دفعه دوباره صدا ضعیف شد. آقای آرشتی، صدای همایون برای من عالی نیست، ولی صدای من کمه. صدای من کمه برای شما؟ نه، صدای شما برای من خوبه. میخواید بریم دوباره برگردیم؟ میخواید ایشون رو قطع کنیم دوباره بگیریم؟ نه، سیستم بلندگی من خوبه، باور کنیم. الان صدا بهتر نیست برای شما؟ قطعشون کردن؟ خب الان خیلی خوبه. خیلی خوب، پس همین مشکلی بود. خب خیلی خوش آمدید به تلویزیون کانال یک. دو ساله که کارم، تخصصم روانشناسیه، روانکاویه. تمام تحصیلاتم در لندن بوده و یکی از تخصصان فرهنگ شناسی، همچنین سایکوسکشوال تراپی، فامیلی و کپل تراپی. ولی کار من و تز دکترای من در مورد یک تئوری جدید که ما کاری نداریم شرق و غرب، بلکه باید به خاورمیانه نگاه کنیم و این خاورمیانه ای که همیشه جنگ و خون از در خودش دیده، یک تز متفاوت و یک دوری متفاوت احتیاج داره و روانشناسا باید بدونن که فرهنگ ما چیست. اگر که فرهنگ ما رو ندانند، متاسفانه مراجع و یا مریض دچار مشکل میشه و ما نمیتونیم راحت باشون کار کنیم. و سالهای یک سرویس برای نشنال هلت یا سازمان بهداشت و بهزیستی برای 4 زبون، چون به 4 زبون صحبت میکنم، درست کردم و بسیار موفق بود. ولی خب و بعد یک شنبه ها که همه بتونن از کشورهای دیگه، از شهرهای دیگه بتونن بیان آزاد باشن با هزینه بسیار کم، ماهی 35 پوند برای یک ماه، که بتونم این مسئله، این که 6 جلسه 10 جلسه کار رو درست نمیکنه. کار ریشه ای باید هفتگی باشه و یک کمیونیتی خوب داشته باشیم. ما ایرانی ها کمیونیتی خوبی نداریم، همه از هم فرار میکنیم. و هم در سازمان بهداشت و بهزیستی خیلی خوب ران کرد برای سالها و همچنین ساندی ها یا یک شنبه ها، که خب به خاطر کرونا و قبل کرونا به خاطر کارهای خیلی زیاد، ریسرچ های خیلی زیاد، یه مقدار متوقف شد. بعد کرونا اومد و مسئله خیلی مهم آقای همایون، به نظر من همیشه روانشناسی رو از دیدگاه فردی، خانواده. حالا دیگه تو آخر برنامه نرو، صبر کن. آخه من سوال کنم، بیا بیوگرافی رو گفتم، رفتی کرونا، رفتی کلاسای فلان، برای من چی گذاشتی پس؟ من چیکار کنم این وسط؟ اگه اینو من به شما نگم ممکنه خانوما توی یوتیوب دارن برای شما ابراز احساسات میکنن. او شروی نوشته خانم دکتر بابک در کلاب هاست، حسابی خانم ایکس را شوز میشه شوست آخه. خب بله بفهمم. بله بفهمین. من روانشناسی رو از دید فردی و خانوادگی، فرهنگی، عقیدتی، ایدئولوژی، اجتماعی و سیاسی نگاه میکنم، به خاطر اینکه یک انسان از همه اینا ساخته میشه. و خیلی وقتا میومدن انتقاد از من میکردن که چرا وارد سیاست شدی، سیاست کثیفه.
در صورتی که متاسفانه ما فرق بین سیاست خوب و سیاست مثبت و منفی رو نمیدونیم، فرق بین درایت و سیاست رو نمیدونیم و حقمان هست که در سیاست دخالت داشته باشیم، باید دخالت داشته باشیم. اگر نداشته باشیم این بلای 43 ساله و هزاران ساله بر سر ما بوده و خواهد. خب خانم بابک، مردم ایران حالشون خوبه؟ اصلا خوب نیست. ما با یک جامعه بسیار بیمار طرفیم آقای همایون، بسیار بیمار. من 3 شب پیش یک سمیناری بود در کلاب هاوس، دعوت کردن از من. وقتی که صحبت میکردم جالب بود، روانشناسای دیگه که از ایران بودن تو اون اتاق تو استیج بودن و گفتن که چقدر دقیق ایران رو میشناسم در صورتی که 30 سال ایران نبودم، ولی لحظه به لحظه همیشه در موقعیت‌های مختلف ایران از دیدگاه‌های مختلف در جریان بودم، در جریان تحقیقم هستم و جگرخون مردم خود و مردم افغانستان و خاورمیانه هستم. اشکال کار اینه که گاهی اوقات من تصمیم گرفتم راست رو به شما بگم، میخوام ببینم شما چی فکر میکنم. گاهی اوقات من فکر میکنم که بلند شم برم تو یکی از ایالتهای دورافتاده آمریکا، تمام ارتباطاتم رو قطع بکنم و اصلا نشنوم که در ایران چه میگذره و برم برای خودم یه هویت دیگه درست کنم. برام خیلی سخت میشه گاهی اوقات وقتی مادری به هم زنگ میزنه مشکلات دختر 25 سالش رو به هم میگه، وقتی یه پدری به هم زنگ میزنه مشکلات بچه هاش رو به هم میگه، وقتی که یه معلول جنگی به هم زنگ میزنه مشکلاتش رو با زنش به هم میگه، همونم جوش میاره، میزنه به هم، همه چیز در افکارم ذهنم به هم میریزه. میخوام در برم، میخوام بلندشم برم، میخوام سوار ماشینشم برم یه جای دور. شما چی؟ شما این حرفا رو زیاد میشنوید؟ من اولا که کارمه، بعدشم من یکی از تخصصام کار کردن با قربانی های تجاوزات جنسی و شکنجه های سیاسیه و شما حساب کنید که من با چه افرادی طرفم. واقعا کار بسیار سخت و دشواریه و همین دلیلی که باید ما بشناسیم سیاست اون کشور رو، اون فرد رو و فرهنگش رو بشناسیم، وگرنه یعنی نمیتونیم به عنوان یک روانشناس نمیتونیم کمک کنیم به اندازه کافی به مراجعمون. کارمون بسیار سخته، کار شما متفاوت سخته، کار من متفاوت. همه ما این احساس بهمون دست میده آقای همایون، خسته میکنه آدم رو، مخصوصا وقتی که نفوذی ها، وقتی خودشیفته ها، وقتی خصومت های شخصی، حسادت ها میاد وسط که تخریبت بکنه هر کسی رو. اینجاست که تمام تلاششون اینه که انرژی رو بگیرن و وقتی مقابل میشی با خودی هایی که به خودت میزنن مثل تیم فوتبال، اونجاست که دوباره یه حس بدی بهت دست میده. ولی من و شما و امثال ما، من خودم رو میگم، شاید خوشبختانه، شاید متاسفانه برای خودم و شاید خوشبختانه برای خودم و جامعهم و هر جامعه ای برای من فرق نمی کنه، اول ایران بدونشم. واقعا نمیتونم بی تفاوت باشم و شدیداً با بی تفاوت ها عصبانیم. همیشه هم به صراحت با بی تفاوت ها صحبت کردم که چطور انسان میتونه این چنین بی تفاوت بگذره. ما قریب 8 میلیون ایرانی خارج از کشور داریم که اکثرا با کیس های کاذب اومدن پناهندگیشون رو گرفتن و فراموش کردن که ایران و ایرانی چه میکشد. اینجاست که من شدیداً سرشاخم با این مسئله. سخته، خیلی سخته که انسان بتونه خودش رو بی تفاوت بکنه. انسانی که بی تفاوت نیست بله. خانم سیاسی، خانم بابک، شما کار سیاسی هم میکنید نه؟ همیشه کردم. من از کودکی و تقریبا 12-13 سالگی کار تحقیق میکردم، ولی نمیدونستم که تحقیقه. مثلا میرفتم
میشستم پله یه فرد معتاد یا زیر چادر فقیر اگه بود چادر زده بود، میرفتم میشستم باهاشون حرف میزدم، بعد میومدم. پدر بسیار مشوقی داشتم خوشبختانه. من یه پدر ATS داشتم و بسیار روشن فکر، و تمام درس های زندگیم رو که متاسفانه زودم از دستش دادم، ولی واقعا مدیون پدرم هستم و قابل توجه پدران و مادران. واقعا تلاش بکنید دختر آزاده و پسر آزاده بزرگ کنید. ممنوعیت ها، محدودیت ها، استعداد های بچه ها، وجدان بچه ها، احساسات بچه ها رو له نکنید. اجازه بدید خودشون بتونن تحقیق کنن، خودشون بتونن درک اندیشاشون استفاده کنن. خانم بابک، من پدرم یادم فوق العاده مذهبی بود، هرگز به ما نگفت نماز بخونیم، هرگز. پدرم در این حال مصدقی بود و عکس دکتر مصدق توی اتاق پذیرایی ما همیشه بود. من از سن 14 سالگی رفتم تو حزب ایران نوین، هرگز پدرم نگفت نرو. 25 شهریور هر سال من کوچه شمس تبریزی رو با پرچمای شیر خورشید آذین میبستم به مناسبت سلطنت محمد رضا شاه پهلوی. پدرم هرگز به هم نمیگفت نکن. حالا که فکر میکنم میبینم بابای من 100 سال از زمان خودش جلو بوده. و چقدر درست میگید شما، چقدر درست میگید که باباها، پدرها چقدر نقش دارن، پدر مادرها چقدر نقش دارن. این آزادی خواهی رو توی ذهن بچه میتونن بکارن با رفتارشون، با کردارشون. دقیقا. خانم بابک، شما طرفدار نظام پادشاهی هستین؟ نه، من طرفدار هیچی نیستم. من فقط و فقط طرفدار دموکراسی هستم. تمام تلاشم، حتی با یه پادشاهی خواه یه چند تا برنامه سمینار، چند تا کشور سمینار سمینار همبستگی درست کردم که 3-4 سال پیش، که واقعا بیداد داره میکنه این اپوزیشن و اختلافات اپوزیسیون ها، و تلاش کردم هم یک سمینار همبستگی رو بیاموزیم. اصلا معنای همبستگی چیه؟ چرا ما فرهنگ همبستگی نداریم؟ چرا دائما زیر پای همدیگر خالی میکنیم به جای اینکه دست همدیگر رو بگیریم؟ نابود شد ایران و ایرانی و خاورمیانه نابود شد. تا به کی چنین شتابا؟ من هم با در تلویزیون، من برنامه هفتگی دارم در تلویزیون کمونیستی کارگری هفتگی و کانال جدید. با پادشاهی خواه همیشه برنامه داشتم، هر کس منو دعوت کرد من برنامه داشتم. هم مجاهدین تا حالا دعوت نکردن منو، ولی همه هدف من فقط و فقط همبستگیه. من به فردای آزاده ایران، به فردای دموکراسی ایران و سکولاریزم اعتقاد دارم، که اون هم مردم داخل ایران با آگاهی باید تصمیم خودشون رو بگیرن، و من تابع رأی فردای آزاد مردم ایران هستم. برای من فرق نمیکنه شکلش، فرمش چی باشه. خب حالا اپوزیسیون رو تعریف بکنید. گفتید یه مقداری گفتید که زیر پای هم خالی میکنن، به هم توهین میکنن، هم دیگر رو متهم میکنن. گاهی اوقات آدم میبینه مثلا بنده خب 43 سال دارم میجنگم دیگه، یعنی من قبل از انقلاب ضد انقلاب بودم، اینو همیشه هم گفتم. بعد حالا یه جوانی از راه میرسه، تون تیز آتش فلان باید زد، کش گرفت، آقا چی میگی این حرفا چیه، رفتی ساختی آقای همایون، باید بخوشیم اینا رو، چی میگی شما، نظرتون چیه؟ نه آقای همایون، ببینید یکی از بزرگترین نقشه ها و هدف جمهوری اسلامی اغتشاشه. من همیشه گفتم در تمام اتاقهای کلاب هاوس صحبت هم گفتم، در هر جا، جمهوری اسلامی با ناشرفی بسیار موذیانه‌ای که داره به راحتی میتونه حتی اسلحه پخش کنه، و جوانایی که خیلی تندن و کسانی که خستن، ببینید دیگه هیچی برای ایران ایرانی نگذاشته، و میتونه به خاطر بقای خودش که اغتشاش رو پا کنه و دنیا هم کمتر دیگه به مردم نگاه کنه، به خاطر اینکه مردم اغتشاش، به اسم اغتشاش میتونه واقعا یک مصیبت بزرگی ایجاد بکنه. و همین دلیل در هر اتاقی که من میرم
نه اهل کلاب زدن هستم، نه اهل تلویزیون هرگز نبودم و نه اهل اتاق زدن. همیشه مهمان همه اتاقها هستم و همه تلویزیون ها و رادیوها و پادکست و همه جا. و تمنای من اینه که خشونت پرهیزی کنیم. خشونت رو هرگز نباید تشویق بکنیم. چیزیه که جمهوری اسلامی دقیقاً میخواد و نقشش همینه. و الان که داره بمبارون میکنه که تحریک بکنه و یک جنگی را بندازه تا بتونه بهتر سرکوب کنه و مردم بخش بخش ایران رو بیشتر خفه کنه و سرکوب کنه. بارکالله. آفرین. ما یه تزی داریم. ما در این تزمون میگیم که ما با یه رژیمی طرف هستیم. این رژیم مشکلش اینه که دینیه. در درجه اول این هویت دینیش رو بعد ازش گرفت با حکومت. در این حکومت 43 سال آدم های مختلفی بودن، مدیر کل بودن، سرهنگ بودن، وزیر بودن، وکیل بودن، وکیل مجلس بودن. اگر بخوایم متعرض اینها بشیم باید حداقل 1 میلیون نفر رو صف بکنیم تو دادگاه های انقلاب بعدی و یکی یکی محاکمه کنیم یا اعدام کنیم یا مصادره اموال کنیم. و اون وقت 30 سال وقت ما صرف مجازات 1 میلیون آدمی میشه که تو 43 سال گذشته با جمهوری اسلامی همکاری کردن. آخوندا، سردارا، تیمسارا. ما مخالف اینیم. ما میگیم که 52 نفر حد اکثر باید از کار برکنار بشن، احتمالا تحویل دادگاه بشن، و بقیه در یک نظام اداری حکومتی کارشون ادامه بدن و مقدمات این رو فراهم بکنن. همین آدم ها که یک رفراندوم وسیع انجام بشه و مردم نظام حکومتی مورد علاقه شون رو انتخاب بکنن بدون اینکه هیچ خونی از دماغ کسی بریزه. ما فکر میکنیم مردم خستن، مردم از بس کشته دادن، مردم از بس گریه کردن، مردم از بس بی پسر شدن، بی پدر شدن، خستن و باید خیلی سریع به اونها نوید بهار رو داد، نوید شکوفه رو داد، نوید روز روشن رو داد. شما نظرتون چیه؟ ببین آقای شهرام، من همه اتاقا میرم، اتاقای جمهوری اسلامی هم میرم. صحبت من، صدای من اینه که ما هرگز نمیخوایم مثل جمهوری اسلامی باشیم. هرگز. اولا که در این کلاب هاست باید تمرین دموکراسی بکنیم، صدای همدیگر رو بشنویم، ترور نکنیم همدیگر، خشونت به خرج ندیم. این کلاب هاست برای من به عنوان یک ملحد کافر مرتد ATS یک امام زمانه. ولی بعضی اومدن امامزاده های کاذب هم درست کردن برای تحقیق. حالا شما اینجا اینه که بفهمونیم به همدیگه، به خود و به یک دیگر. یک ایران دادخواهه، شکی درش نیست. الان هم که کرونا داریم بیداد میکنه. اما اگر به واقع اخلاق و انسانیت و حقوق از حقوق بشر صحبت میکنیم، الان شما حمید نوری رو نگاه کنید، دو تا بهترین وکیلم بهش دادن، تازه انتقادم کرده که من غذای ایرانی میخوام، من عینکم رو میخوام، نازم میکنه. اما در برای فردای ایران من حتی گفتم شخص خود خامنه ای و تمام کسانی که دستشون مستقیم در خون آلوده است باید در یک محاکمه های کاملا عادلانه و با داشتن وکیل و بدون کوچکترین شکنجه محاکمه بشه. ما نمیخوایم مثل جمهوری اسلامی باشیم. اگر میخوایم از تمدن گذشتهمون صحبت میکنیم، پس باید برای یک تمدن بهتر و یک دموکراسی بهتر الان تمرین کنیم و نهادینش بکنیم درون خودمون. چه کرد جمهوری اسلامی؟ چه کرد وحشی بازی های دیکتاتورها؟ آیا ما میخوایم فردا یک دیکتاتوری دیگر رو تحویل مردم بدیم و تحویل خودمون و تحویل یک حکومت بعدی بدیم؟ پس با چه فرقی داریم؟ چه فرقی داره کرواتی باشه یه دیکتاتور یا عمامه‌ای باشه دیکتاتور؟ فرق برام نمی‌کنه. دیکتاتور دیکتاتوره.
ما باید تلاش بکنیم تفهیم بکنیم. و همیشه هم تو اتاقاشون گفتم، گفتم اگر از الان بیاین امت رو ول کنید، بیاین در کنار ملت، مطمئن باشید اگر همکاری بکنید، دادگاه دنیای بین المللی، پلیس بین المللی، پلیس های کشورهای دموکراسی همینطوریه، وقتی شما همکاری میکنید بسیار تخفیف داده میشه برای جرمت. پس نذار دیر بشه، بیا در کنار ملت باش، امت رو رها کن، امت دیگه چیزی ازش باقی نمونده که بخوای بچسبی بهش. نه من نمیدونم اون رقمی که شما گفتین، من نمیدونم کیان و چیان، ولی به نظر من از نیروها باید استفاده کرد، باید تلاش کرد برای بهتر کردن آزاد مردم کشور خودمون و قانون اساسیمون. اما درد بزرگ اینجا اینه که انقدر جمهوری اسلامی بیداد همچنان داره میکنه که خیلی از مردم ممکنه که صدای ما رو نشنون و من بخوان انتقام جویی بکنن و من از این بسیار هراسناکم. بله دقیقاً دقیقاً. ولی اینا نمیدونن، اینایی که اینقدر خشونت رو، اول من نمیدونم چرا اپوزیسیون اینقدر عصبانیه، چرا اینقدر فریاد میکشه، چرا اینقدر بدلحنه، چرا اینقدر اخماش تو همه جان؟ ما بعضی وقتا خیلی فریاد میزنید. منم آره راست میگم، چالشتون میکنم. نه راست میگی. و من گفتم اپوزیسیون، نگفتم من نیستم، خب منم جزو اپوزیسیونم، حرفتون درست کاملا و این اشتباهه و ما باید صورت مهربانی داشته باشیم، کلام مهربانی داشته باشیم، پیام مهربانی داشته باشیم. و یه چیزی هم یادمون نره، چه بسا خانم بابک، چه بسا یه آدمی الان لباس پاسداری پوشیده تو ایرانه، از من شهرامونی که اینجا نشستم وطن پرستره و داره با سلیقه خودش به راهی که فکر میکنه و نه با جمهوری اسلامی الزامن، ولی خب شاید امکانشون نداشته، مثل من قرار بوده، مثل بنده و خانم بابک همه امکانی نداشتن بیان توی خارج زندگی بکنن و اصلا میشد این همچی چیزی، نباید قضاوت کرد. خانم بابک بگید که بعد قضاوت کردن. قضاوت وحشتناکه. ولی ببین آقای همایون، من چالشم اینه با این عزیزان وقتی وارد اتاقشون میشم، اگر که ببین بیانیه 14 شما یادتون باشه، بله، نظام جمهوری اسلامی بدون اما و اگر باید بره. اگر یک معمم عزیزی یا هر فردی، پاسدار، بسیجی، بخشی از امته، ولی الان دیگه نمیخواد باشه، ببین خانم بابک اشکال همینجاست. ببین بابا جان، شما وقتی میگین نظام جمهوری اسلامی باید برود، یعنی چی برود؟ به من بگو. ببینین آقای شهرام همایون، تعارف نباید داشته باشه. نه تعارف نداره، ولی چی باید بره؟ به من بگو چی باید بره. کل بیت رهبری و نظام قانون اساسی که این همه نقض حقوق زن، حقوق حیوان و انواع اقسام حقوقا که تازه بعضیاش هست، اینا اجرا نمیکنن، این کمپلیتی بعد از بین بره، ما یک نظام دیگری باید جایگزینش. خانم بابک میدونی که رضا شاه یکی از بخشنامه هایی که صادر کرد در حفظ حقوق زن، حفظ حقوق خران و شتران بود. رضا شاه یک بخشنامه صادر میکنه و میگه که هیچ کس حق نداره به الاغ سیخونک بزنه و وزن تعیین میکنه، میگه که برای هر الاغی چقدر میشود بار زد و برای هر شتری چقدر میشه بار زد و هر کس با این حیوانات بدرفتاری بکنه تحت تعقیب قرار میگیره. باورتون میشه 100 سال قبلی همچین بخشنامه ای؟ من نمیدونستم واقعا، جای چقدر تأسف آقای همایون. ببین با حیوانات چی کار را که نکردن. بذارین صحبت هم ادامه بدم آقای همایون. بفهمید. ببینید اینجوری اگر بخوایم ما دیگه نمیتونیم، اصلاح و استمراری نداریم. اگه بخوایم این وارد این بازی بشیم، خطرناک، مردم اپوزیشن ها بیشتر به جان هم میفتن و به جان اینها میفتن و ما به جایی نمیرسیم. کسانی که از حکومت جمهوری اسلامی بریدن و به قول شما مثل ما بیرو خارج از کشور نیستن، باید در کنار ما باشن. من همش فریادم، حوارم،
صدای من صدای مهره، اما در کنار عدالت. من چطور به یک مادری که 10 تا 5 تا 3 تا یه دونه بچه‌ش رو به ناحق از دست داده، کرونا بیداد داره میکنه، اینا این همه جنایت کردن، چطور من و شما میتونیم بگیم حق نداری، عصبانی بشی؟ خب نه، خیلی خب، ما باید واضح حرف بزنیم خانم بابک. حق داره عصبانی بشه، حق داره قصاص بخواد، اما یا قصاص رو ازش بگیریم، چون قصاص جزء دینه، یادمون نره. پس چی کار بکنه؟ پس این عصبانیت رو چجور ترکش کنه؟ بابا دنیای غرب چی کار میکنه؟ با حمید نوری داره چی کار میکنه؟ ما باید یاد بگیریم وقتی که میدونی گوش بده، میدونی اگه قرار بشه محاکمه کنیم چند هزار نفر باید محاکمه کنیم؟ نه، اجازه بدید من، اگر تلاش بکنن کمکشون کنیم، با ما همراه بشن آقای همایون، وقتی خوب. با ما همراه بشن این رژیم زودتر تغییر میکنه. ببین نه ببین ما باید ببین خانم بابک، ما اشکالمون اینه که من یک آدمایی برام از ایران برام پیغام میفرستن، مثلا طرف رئیس کلانتریه، پیغام میفرستم یا آقای همایون رژیم اگه عوض بشه تکلیف من چیه؟ الان به شما میگم، بفهمید، دقت کنید آقای همایون، در زمان جمهوری اسلامی وقتی انقلاب شد، نیروی هوایی پیوست به خمینی، کم 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 ارتش هم همچنین، در درصد بسیار کمی گارد شاهنشاهی فکر کنم بود که بیشتر تلاش کرد. خب وقتی به مردم به پیوندن، مردم با دل و جان در کنارش، حتی میبخشن، ولی تا زمان آخرین لحظه وایستادی و کتک میزنی اون بدبخت بساط فروش رو. خب شما میدونید در همون نیروی هوایی چند نفر اعدام شدن؟ من کاری به اون قبلی ندارم، من الان دارم میگم خب ببین نه ما ببین خانم بابک، ما از بس کلی حرف میزنیم، من الان دارم به شما میگم آخه این سرهنگ الان به من بگو آقا شما جای این سرهنگ الان میتونی دستورات اجرا نکنه؟ نه درست میگی شما، گوش کنید اجازه بدید من بگم، شما درست میگی، الان که نمیتونه سرپیچی بکنه، فورا میبرم میندازنش تو زندان. یک نفر، ما حرف از یک نفر نمیزنیم، حرف من اینه که توی سرهنگ، توی استوار، توی صدفان، وادور، هر چیزی که هستی، توی انتظامات، وقتی میریزی اینجوری در خیابون مردم رو قلق و غم میکنی، خب اینو خشم مردم رو بیشتر میکنه، اون بدبختی هم که این کارو نکرده فردا ممکنه که تقاص تو رو بعد پس بده. پوینت اینه، دوباره سازی فرهنگی آقای همایون. ما اینطوری اگر با این توصیفی که شما دارین میرین، باور کنید ما به هیچ جا نمیرسیم، ولی وقتی تشویقشون بکنید که اجازه ندید دوست تو، همکار تو، وقتی اینجوری کتک میزنه بدبخت بیچاره، خانم بابک موضوع اینجوری نیست هستن. ببینید هیچ، اولا من به شما توضیح بدم، رژیم از سال 88 متوجه شد که نمیتواند به نیروهای نظامی اعتماد کنه. در نتیجه آمد یک پادگان ویژه درست کرد با 5000 نیرو، اینایی که لباس کاملا سیاه میپوشن، اینایی که سوار اتومبیل های سیاه میشن، اینا نه پاسدارن نه مأمور نیروی انتظامی هن. الان 10 ساله نه سپاه نه نیروی انتظامی توی این اجتماعات با مردم درگیر نمیشن، خودشون رو کشیدن کنار، رژیم هم این رو میدونه، و اون 5000 نفرم اصلا معلوم نیست ایرانی یا غیر ایرانی هن. چون روشون پوشیده است، روشون رو کسی نمیبینه، قیافشون رو نمیبینه و با کاسکت و اینا هستن، و خب اینا 5000 نفر، من نمیدونم اصلا ایرانی باشن ایرانی نباشن، اما الان ذهنیت مردم نسبت به تمام نیروی نظامی، انتظامی، سپاه، مامورای نیروی انتظامی خرابه، باید اینا رو روشنشون کرد. ببینید من متوجه شدم، ببین آقای مامان دقیقا شما درست میگین در این مورد، ولی زمانی که انتظامات هنوز حمله میکنه به زنا، هنوز حمله میکنه تو خیابون، انتظامات داره میکنه، اون سیاه پوشا نیستن که خب بله، اجتماعات کوچیک رو هنوز نیروی انتظامی میکنه، ولی شما به من بگون چیکار کنه
اگر نکنه میگیرن، درجهشو میگیرن، شغلشو ازش میگیرن، زندانیش میکنن، چیکار بکنه؟ شما جمهوری چیکار میکردید؟ اگر اینجوری بخوایم بریم جلو که همش بگیم آخه گناه دارن، گناه دارن، کاری نمیتونن، همه باید در کنار. نه من نمیگم گناه دارن، اونا میگن شما آقای اپوزیسیون، خانم اپوزیسیون، یه قدرتی از خودت نشون بده من بله. بدونم. خب آقای همایون دقت کنید، وقتی همایش شد، همایش همبستگی شد، چند تا از اپوزیشن اومدن تخریبش کردن. وقتی بیانیه 14 اومد، چقدر اومدن گفتن امام 14 معصومن، تا اینکه افتادن زندان، خجالت زده و شرمنده شدن. اینا رو شما محاکمه کنین، اگر راست میگین اول اینا رو محاکمه بکنین. همیشه من کردم، نگران نباشید. اول پوینت من اصلا اول اپوزیشنه. من تو همایش پارلمان اروپا همین دو ماه پیش در فرانسه، خب شاهزاده یا رضا پهلوی برگشته گفته عکس منو نیارید، شعاری از من نباشه، نه به جمهوری اسلامی. یه سری دوباره دقیقا برعکس کار کردن که من بهشون تو سخنرانی گفتم شما به خود رضا یا شاهزاده رضا پهلوی هم احترام نمیذارید. اینا رو بعد افشاشون کرد خانم بابک، اینا پدر اپوزیسیون رو در بردن، اینا آبروی اپوزیسیون رو بردن، اینا شرف اپوزیسیون رو بردن. همینا در ورشو شاهزاده به خود من من شب تو برنامه گفتم عکس شاهزاده رو ببریم، صبح ساعت 7 شاهزاده به من تلفن کرد گو آقا عکس من رو نبرید، نذارید اختلاف ایجاد بشه. ولی مگه گذاشتن؟ من بگم دیگه، شما همیشه گفتی حالا بذار تیر با دست من باشه. من در همون سخنرانی گفتم که شما به شاهزاده هم احترام نمیذارید که انقدر طرف دارشی. و بعد تو سخنرانی هم گفتم تا زمانی که در کنار هم قرار نمیگیرید، تا زمانی که برای فردای کرسی خودتون دارین تلاش میکنید، بدانید که خائنید برای فردای دموکراسی، دلسوز ملت و مردم نیستید. اینو من تو سخنرانی هم همه جا در همه اتاق هم میگم. مصیبت از منیت ها باید گذشت و از تخریب هم باید گذشت. آقای هومه، مخصوصا شما که تلویزیون و تریبون تو دستتون هست، اتفاقا شما خیلی تلاش میتونید بهتر بکنید که اجازه تخریب ندید. خود شما هم در کلاب هاست، من هم در کلاب هاست تخریب کردن. شهبانو فرح رو ببینید چقدر تخریب کردن. آقای منجزی رو دیروز چقدر تخریبش کردن. هدف جمهوری اسلامی همیشه و همیشه تخریب شخصیت هایی که کریزما دارن و در دل مردم هستن و یا معتبرن در دل و در جان مردم. این کار جمهوری اسلامی بوده، آخوندی هم وارد شده، بسیار هم تا به حال موفق بوده. اما آیا با داشتن یک همچین کلاب هاوسی که الان به وجود اومده، آیا ما نباید این قدرت رو در دست هم دیگه بگیریم؟ بعد از 43 سال نباید بیاموزیم که در کنار یکدیگر قرار بگیریم بر علیه دشمن و نه حاشیه سازی، بر علیه دشمن اصلی و پاسداران عزیز، بسیجیان عزیز، ارتشیای عزیز، بیاین در کنار هم دیگه اپوزیشن و در کنار هم. وقتی اینا در کنار هم قرار بگیرن، مردم دلگرم میشن و خود ممکنه سپاه پاسداران و خود ارتشیا مخصوصا بسیار دلگرمتر میشن. اینجاست که دیگه ما میدونیم اوضاع جمهوری اسلامی بسیار خرابه، بسیار ضعیف شده، همه میدونیم، خودشون هم میدونن. نفسهای آخره، اما به شرطی که ما در کنار هم قرار بگیریم و اجازه تخریب ندیم. بسیار ممنونم خانم دکتر بابک، میترا بابک، بسیار از این جنگندگی شما آدم حالش خوب میشه. خواهش کنم به این جنگندگیتون ادامه بدید، ولی معتقدم اپوزیسیون اول خودش رو باید اصلاح کنه. شکی در صحبت شما من ندارم. بله، و باید دست و بیشتر به شما بگم هیچ استبادی نه. خود شاهزاده گفته ها، یعنی بارها گفته اونی طرفدار منه که حرفای منو گوش میده، اونی که عکس منو دستش میگیره و برخلاف نظر من عمل میکنه، اون طرفدار من نیست. و مطمئن و بدانید مردم، ببین یه چیز من همیشه به عنوان یک ایتیست گفتم، چه شاه اللهیش باشه، چه حزب اللهیش باشه، چه یهود اللهی و مسیح اللهی و نمیدونم
هرچی و ایدئولوژی اللهی و کمونیست اللهی، اگر روزی ایتیست بشه، ایتیست اللهی، من به عنوان یک ایتیست نای میستم جلوش. تعصب رو باید بذاریم کنار. یک. دوما مسئله بسیار بسیار مهم اینجا اینه که یه ده متعصب خشک، بسیار خشک، که فکر میکنن سینه چاک هستن، نمیشه مأمور جمهوری اسلامی باشن. همینو میخوام بگم، یه سریشون دقیقاً مأمور جمهوری اسلامی هستن، دقیقاً اونا هستن. یه سریشون لومپن، یه سریشون بسیار متعصب، یه سریشون خصومت ها و آسیب های شخصیتی خودشونه، یا از خودشیفتگی و منیت، یا اینکه اگه این حزب بره بالا حزب من، اگه رهبر بره بالا رهبر من. خانم بابک، شاهزاده خودشون به من گفتن که این لطمه ای که این آدم ها به من زدن بیش از لطمه دشمنی جمهوری اسلامی بوده. که شما بزرگترین لطمه رو به خود رضا پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی زدید، ولی خوش به سعادت همه ما و خوش به سعادت خودتون که تلاش زیاد کردید که ایشون رو بکنید بشار اسد، اما جوهر بشار اسدی ندارد. ایشون یک خودشیفته نیست، ایشون دیکتاتور نیست و جوهر اصلا نیست. دقیقا دموکراسی میشناسه و اصلا میدونی اصلا از اون جنس دیکتاتوری نیست. اصلا جنس دیکتاتوری روانشناس دارم میگم، بعدی روانشناسی بهشون نگاه کردم. یعنی شما میری بهش میگی که مثلا شما میری میگی قربان مثلا فلان چی فلان طور یه طور اینجوری حرف میزنی که ایشون مثلا بالا حضرت هم تو هم بیرون، 5 دقیقه بعد کاری بهت میکنه که اصلا همه این رابطه برمیگرده به رابطه دو تا انسان. ممنونم خانم بابک، خیلی سپاسگزارم، گفتگوی دلبخش دلپذیری بود، امیدوارم که ادامه پیدا بکنه. ممنون از شما. ممنونم از شما عزیزم و همه تا حالا بهتون گفتن که لبخنداتون خیلی قشنگه. ممنونم. خداحافظ شما. خب بینندگان عزیز، گفتگو کردیم با دکتر میترا بابک زیبارو و و و و چقدر خوب، چقدر محکم، چقدر قوی. اما دلمو شکستین. آقای صندوق بذاریم رو صفحه ببینیم چیه. ما رسیدیم به 15 ماه، این مربوط هنوز به ماه گذشته است. من دیگه با چه روی فردا بیام اعلام کنم که آقا اینقدر کسی داریم؟ نکنید به خدا، اینقدر من رو اذیتم نکنید. این 7740 دلار رو صفرش بکنیم، همه با هم دست به دست هم بدیم. الان در جلسه پیش 3 نفر استیکر خریدن، آقای رامین دیر به من دادن، کنسل کردم دوستان. خب برویم به سراغ یک آیپد جدید. آقا کم کردین مال این دفعه رو از این. خب دوستان عزیز، شما یه کاری کردید، کارستان یه چیزی درست کردید، یک تلویزیونی درست کردید که الان همه جا حرفشه، همه دارن راجبش حرف میزنن. کمک کردید، کمک های مختلفی کردید، الان نمیشه جا زد، دیگه امکان جا زدن وجود نداره. الان باید کمک کنیم این صدا تبدیل بشود به یک صدای ملی. الان مردم میخوان تکلیفشون رو بدونن. این که ما میگوییم جمهوری اسلامی برود یعنی چه؟ خصوصیاتش رو بدونن. و ما ناچاریم که این طرح حکومت ملی رو هرچه سریعتر به اجرا در بیاوریم. 7740 دلار، یعنی 7740 نفر یک استیکر 1 دلاری خریداری کنند. خب پیمان جان نظامی، میخوایم قرعه کشی کنیم این دفعه به یک نام، پیمان نظامی. تالی یک اسم دیگه، این یک اسم پیمان نظامی. ببینید پیمان نظامی دیده شد. پیمان نظامی عزیز یک نفره. ممنونم که فریبا جان هم ارزم بودتون استیکر خریده.
قرعه کشی با یک نفر، یک نفر توی این کاسه است، قرعه کشی میکنیم به نام یک نفر. آیپد قبلی رو کم کردیم آقای آرش؟ استیکرها رو کم میکنیم اونجا آرش؟ اختلاف حساب پیدا نکنیم. خب چند دقیقه بیشتر لازم نیست. خانم آقایون، چه دستاوردی بهتر از این تلویزیونی که فراهم کردید؟ آقای آرش اگه میشه یه تیکه از بخش خبر رو ممکنه پخش بکنید، دوستانی که بخش خبر رو نمیبینن و برنامه شروین اولین استیکر یک دلاری رو خرید، یک و دو رو با هم خرید. ویدا گلستان امروز خیلی شیطنت میکنی، یادت باشه، بعد اگر بلاکت کردن اون وقت دیگه هی نیه بگی چرا من بلاکم کردی، داری شیطنت میکنی، منم حواسم به شیطنتات هست. اونجا جای شیطنت نیست، اونجا 10 تا آدم مراقبن که آدم ها شیطنت نکنن. شما خواهش میکنم که شیطنت نکن، برای اینکه در شأن تو نیست. این دومین کامنت شیطنت آمیزه. سمیرا اتحاد عزیز، نفر بین دو نفر، سمیرا اتحاد، آقای رامین تلفنش زنگ میخوره. نونهالی عزیز از طریق آقای رامین، نونهالی بهرام خان عزیز، خیلی متشکرم بهرام جان. صدیقه عزیز، استاد طریق هستم بودشون تو لندن رو بزیسی خریدم، گذاشتم دیگه اسم تو. آره آقای راد، دو تا 20 پوندی خریدی، من هم اسم تو گذاشتم دیگه. نه میخوای ببینی اسم تو؟ نه حالا نه راد، حالا قبول نشدی میخوای چیز بکنی؟ نه من آقای راد، دفعه پیش شما دو تا استیکر 20 پوندی خریدی، منم اسم شما رو گذاشتم. خب آقای رامین، اوه آقای رامین، پروین تیموریان و حمید جان از نیویورک، حمید نیویورک، اینم حمید نیویورک. روحام عزیز ممنونم، داریوش حقانی عزیز سپاسگزارم. خب چند شده؟ 5 تا کلن 5 نفر شدن. خب سمیرا جان اتحاد، سمیرا اتحاد استیکر دوم. سخته میدونم، منم خستم، شماها میدونید، اما چیکار کنیم؟ راهی جز این نداریم که با شرف تلویزیونمون رو نگه داریم. یه روزی میرسه که این تیکه ها رو آقای روحامی، این فیلم ها رو شما برمیدارین همه جا نشون میدین، میگین آقا ما یه تلویزیونی رو 21 سال، ماه آینده 11 ماه نوامبر، ماه نوامبر 11 نوامبر سالگرد تلویزیون، تلویزیون وارد 22 سال خودش خواهد شد. واقعا باید خودمون رو آماده کنیم، آماده کنیم برای صندوق 500,000 دلاری. 500 نفر، نفری 1,000 دلار، 1,000 نفر، نفری 500 دلار. یه شکل خوبی رو بچه ها دارن پیدا میکنن به نام کولاک. پروژه کولاک رو باید به زودی به مورد اجرا بگذاریم و این کاریه که خواهیم کرد. خب الان میخوام بین 5 نفر قرعه کشی کنیم، 5 نفری که تا حالا، نه بیشتر، 5 نفر. نونهالی، سمیرا اتحاد،
حمید از نیویورک، پروین تیموریان، سمیرا اتحاد، پیمان نظامی. خب الان آقای رامی یه تکس جدید زده، 30 روز. آقای 30 روز، بعد روحانی میگه قسم میخوام همونی تا صبح بیدار بخوری. بیدار بودم، میگه قسم نمیخواد بخوری، بیدار بودم. ولی بعد از اون بیداری یعنی من دیروز صبح ساعت 6 که بیدار شدم تا الان 1 ساعت خوابیدم، فکر کنم 45 دقیقه و 1 ساعت. ولی خب باید بهرام خان کی گرفتن چیز کی؟ بهرام خان 2 دلار گرفتن عزیز من، چی داری میگی شما؟ کجا 70 دلار گرفتن؟ بهرام خان 2 دلار کانادا گرفتن. نه بهرام خان 2 دلار. نه عزیزم، بهرام خان 2 دلار. داروش حقانی، روحام نیلی، سمیرا اتحاد، روحام نیلی، آرش 818، 20 یورو 20 دلار داد فقط برای تلویزیون، برای صندوق تلویزیون. بله عرضم به حضورتون که برنامه آقا قرار شد خبر رو پخش کنیم، پخش کردین؟ ایت که از خبر رو پخش کنیم لطفا. ممنون که همراه ما هستید با خبر 1 از غرب ایالات متحده، با ما باشید. در استودیوی دیگه خبر 1 در آلمان با همکارم ماهان. ماهان درود بر شما. ممنون نگار، درود و روز بخیر به شما بینندگان عزیز. از اینکه تا به این لحظه همراه گروه خبر کانال 1 بودین سپاسگزارم. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه 25 شهریور گفت که بازطراحی راکتور آب سنگین عراق باید با حداکثر سرعت انجام شود. خیلی بی‌انصافی مردم. فقط هم نمیتونم بهتون بگم. خیلی بی‌انصافی. یکی دیگه پیمان نظامی اضافه شد. خب آرش 818 هم داریم میره برای استیکر دیگه. دیگه دومش هم خرید آرش 818 هم باید بنویسیم. اینجا بنویسیم پیمان نظامی. اینجا بنویسیم چی بود؟ آرش 818. 2, 4, 6, 8, 9 تا. تا حالا 9 تا شدن. همین خبر دیدیم. شما فکرشو بکنید تمام این مجموعه داره با 50-60 هزار دلار میگرده. تمام این اجاره و حقوق و ارتایم و بمیدونم همه این کارا با خیلی کاراش هم شما خبر ندارین. از آقای شهبود بپرسین، بخشیش رو اطلاع داره. چی کار باید واقعا یه مؤسسه، یک سازمان این صدا رو میبینین تارای صوتی همه لطمه دیده. نو نهاری، سمیرا اتحاد، حمید از نیویورک، پروین تیموریان، سمیرا اتحاد، پیمان نظامی، 30 روز، پیمان نظامی و آرش 818. اینا کسانی هستند که در قرعه کشی شرکت کردند. 2-3 دقیقه دیگه باقی مونده، 2-3 دقیقه دیگه وقت داریم و امیدوارم که در این 2-3 دقیقه دوستان واقعا دوستیشون رو نشون بدن. میدونی برای چی میخندن؟ بله خب یه رفیق ما داریم از بچه های جبهه ملی، خیلی
خیلی خوب، بریم برای قرعه‌کشی ها، موافقید؟ بریم برای قرعه‌کشی و نفر آخر. آره آقا، آقای بیژن خان، ما اینیم، ما این تلویزیون اینجوری با این شاموتی بازی، اسمشو هر چی میخواید بذارید، ولی ما این 60,000 دلار یادتون باشه، 60,000 دلار دقیقه آخر هم هست داریم قرعه کشی میکنیم، یا 818-882-8300 یا عرضم به حضورتون که اینجا به استیک خرید استیکر روحام جان نیلی، چشم آقای روحام نیلی، آقای روحام بنده خدا دیشب چقدر 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 روحام نیلی، روحام نیلی هم اینجا خونی در اینجا. خب عرضم به حضورتون که این هم از روحام نیلی، دقیقه 52، 2 دقیقه، 1 دقیقه نیم دیگه، 1 دقیقه و نیم دیگه باقی مونده به قرعه کشی 24م، 24مین آیپد. یه تکونی میخوام یه که توی کانال یوتیوب هستی میخواتون بدین. بله شیوی میگه من تا بار خبر رو ندیدم، چقدر باحال شده کانال خبری. بله خبر ما الان 10 نفر فقط تو کانال خبری دارن کار میکنن، شبا برنامه متنوع شده، برنامه سلام سلام اضافه شده به تلویزیون. من یه خورده اگر شما همراهی بکنید، یه خورده ما خیالمون از این مخارج تلویزیون راحت بشه، بهتون میگم که چه اتفاقی خواهد افتاد. خب خیلی خب، باید بین همین 10 نفر قرعه کشی کنیم، چاره نیست. نونهالی، آقای خانم نونهالی، آرش سریزن 10 دلار آخرش هم داد، خیلی ممنونم آقای خانم نونهالی که زنگ زد به آقای رامین آفیس و برنده این آیپد شد، نونهالی عزیز. خب به اتفاق آقای بهروز کارگردان برنامه، آقای مشکات تهیه کننده برنامه، با شما بدرود میگم. امشب خانم رخسان گنجی برنامه شبانه رو اداره میکنه و احتمالا اگر صدای من یاری کند برنامه سلام سلام به وقت ایران ساعت 8 صبح ایران یا 9 صبح ایران من با شما خواهم بود در صبح شنبه. خبر تلویزیون هر روز ساعت 9 صبح قبل از برنامه من، خبر تلویزیون 9 صبح و برنامه سلام سلام هم بعد از برنامه شبانه است. ممنونم از همتون که با ما بودید، شب و روزتون بخیر.